راب صبحانی، کارشناس مسائل ایران و اسرائیل از میرلند با ما هستند. آقای صبحانی، تنش‌های لفظی بین ایران و اسرائیل بسیار تند شده و بیوقفه ادامه پیدا کرده. آیا در آینده نزدیک این امکان رو می‌بینید که یک جنگ مستقیم و تمام عیار بین ایران و اسرائیل بخواد رخ بده؟ شکی نیست که اگر در بعد تاریخیش نگاه بکنیم، می‌بینیم که اسرائیل هر وقتی که احساس کرده که در خطر هست، 100% از هر گزینه استفاده کرده، من جمله حمله نظامی به دشمناش، دشمنایی که یا حرف زیاد میزنن یا عمل کردن روی دشمنیشون. و در نتیجه من احتمال این که اسرائیل بخواد یه کاری انجام بده رو 100% میبینم. آقای صبحانی، الان صحبت‌های این فرمانده ارتش اسرائیل به خبرنگار ایران اینترنشنال در مورد اولویت بودن حمله اسرائیل به ایران در شرایطی که خب در کاخ سفید که دموکرات‌ها هستن و رایزنی‌های بسیاری هم داره انجام میشه برای احیای مذاکرات برجام، در واقع چرا در این شرایط اسرائیل این اولویت رو در دستور کار خودش قرار داده، حمله به ایران رو؟ در واقع بازم برگردیم به تاریخ، متوجه میشیم که اسرائیل هیچ وقت منتظر این نبوده که ببینه در کاخ سفید یک رئیس جمهور حزب دموکرات هست یا حزب جمهوری خواه. اولویت برای اسرائیل تمامیت ارضی و حفظ اسرائیل هست. در نظر داشته باشیم بعد از جنگ جهانی دوم که 6 میلیون یهودی کشته شد، این برای اسرائیل یعنی حفظ اسرائیل به عنوان یک کشور برای یهودیای دنیا یک اولویت خیلی خیلی مهمی است. من فکر میکنم که دستاندرکاران در تهران متوجه این مسئله اصلا نیستن. این یک مسئله جدی است برای اسرائیل. و اگر تنش رو در روی میان اسرائیل و ایران اتفاق بیفته، آقای صبحانی فکر میکنید چه تأثیری خواهد داشت بر سرنوشت صلح اعراب و اسرائیل؟ خیلی باعث تأسفه که در یک مقطع زمانی در دهه‌های 70 ما می‌دیدیم ایران پشت پرده به عنوان یک کشوری مثبت کمک می‌کرد به صلح بین اعراب و اسرائیل. شاید خیلی‌ها ندونن ولی شاه فقید ایران یکی از عاملین مهمی بود که بین سادات و بگین صلح برقرار شد، ولی متاسفانه امروز می‌بینیم که با سیاست غلط جمهوری اسلامی تنش بین ایران و اسرائیل زیاد شده. نباید این تنش باشه. ایران می‌تونه یک وزنه مثبت باشه، اما متاسفانه این گزینش رو بر نداشتن دولت ایران. سپاسگزارم از توضیحات شما سهراب صبحانی، کارشناس مسائل ایران و اسرائیل که از میرلند با ما همراهیم کرد.